درود بر شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز بهتون میخوام یه وبسایت فوق العاده خوب و البته حرفه‌ای معرفی بکنم که میتونی آمار تجارت رو به صورت کاملا رایگان در مورد صادرات واردات از کشورهای مختلف با دقت بهتون نشون بده و میتونید خیلی راحت از این داده‌ها به صورت رایگان و روزانه استفاده بکنید و بهتون معرفی بکنم. قبل از اینم که ویدیو امروز رو شروع بکنم، ازتون خواهش میکنم کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. تلگرام و اینستاگرام هم زیرنویس شده، یه کانال یوتیوب دیگه هم دارم به اسم ویدیوهای آموزشی، اینم حتما سابسکرایبش کنید تا ویدیوهای جدیدی که قرار میدم زودتر از سایرین در اختیار شما قرار بگیره. بریم و تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. گوگل رو باز کنید و عبارتی که بهتون میگم و دارید میبینید رو سرچ بکنید. بنویسید کامترید. کامترید رو باز بکنید به عنوان یه مرکز جهانی که در حال انتشار رایگان داده‌های صادرات و واردات از کشورهای مختلف هست دسترسی پیدا کنید. سازمان ملل متحد هم به عنوان یکی از سازمان‌هایی که در سراسر دنیا خدمات متنوعی رو داره ارائه میده، جزء این وبسایت محسوب میشه که عملاً داده‌ها رو به صورت کاملا مستقیم و البته رایگان در اختیارتون قرار میده. توی این وبسایت شما روزانه با اکانت رایگانتون تا 200,000 تا داده رایگان رو میتونید دانلود بکنید. این که مثلا شما الان از کشوری مثل ترکیه میخوای به ایران صادرات بکنی، کدوم کالاها ایران مشتریشه، کدوم کالاها رو شما میتونی از ایران دوباره برگردونی به ترکیه، یا از ایران چه کالایی رو شما میتونی صادرات بکنی به مثلا بلژیک چه چیزی از ایران خریداری میکنه، و یا ایران چه چیزی رو از بلژیک میتونه خریداری بکنه. یه آمار فوق العاده کلیدی که برای افرادی که علاقه‌مندن به صادرات واردات، این وبسایت راه حل‌های خیلی قشنگی رو برای شما ایجاد میکنه و شما خیلی راحت میتونی ببینی که یه کشور کدوم کالای کشورت رو بیشترین خرید انجام میده و کدوم کالا به درد اون کشور میخوره تا روش وقت بذاری، نه اینکه تازه بعد از اینکه کالا رو وارد کشور کردی دنبال مشتریش قرار باشه بگردی. ثبت نام توی این وبسایت از طریق ایمیلتون امکان پذیره، فقط فکر میکنم توی ایران که باشید باید حتما از فیلتر شکن استفاده بکنید. البته نمیدونم، شاید توی ایران فیلتر نباشه، اما در هر صورت اگر دیدید فیلتره حتما از یه VPNی برای باز کردن این سایت استفاده بکنید. بعد از اینکه شما سایت comtradeplus.un.org رو باز کردید، با این صفحه روبرو خواهید شد که داده های بسیار خوبی رو از این وبسایت میتونید به دست بیارید، چه کالاهایی در حال ارسال هست، چه کالاهایی در کشورهای مختلف بیشترین خریدار رو داره، چه فیوچرهایی برای شما پیشنهاد میشه و به چه شکلی شما میتونید کالاهای متنوع رو تو کشورهای متعدد بازاریابی بکنید. برای اینکه بتونید به یه قابلیت ادوانس این سیستم دسترسی پیدا بکنید، این سایت که باز شد از این قسمت بالا هم میتونید سرچ بکنید، ولی خب روی قسمت ادوانس پیجش کلیک بکنید. یه چند لحظه صبر میکنیم تا داده ها رو برای ما به شکل دیفالتش بارگذاری بکنه. در این قسمت شما میتونید داده های مربوط به سالهای گذشته رو یا حتی ماهای گذشته بررسی بکنید و اگر از طبقه کالاهای متنوع خبر دارید و حتی کالاهایی هست که برای قبل از سال 1988 باید از این دو گزینه استفاده بکنید، ولی برای کالاهای بعد از 1988 HS شو باید از این طریق بیاید و پیگیری بکنید. کدهای مربوط به صادرات واردات در سراسر دنیا که شما بتونید یک کالا رو شناسایی بکنید معمولا یکسان هست. برای اینکه بتونی شما یک کالایی رو شروع بکنی به وضعیت و بررسی کردن اون، لازمه که فرم روبرو رو که داریم با هم دیگر طی می‌کنیم رو بیاید و تکمیل بکنید. مثلا من اینجا گزینه‌هایی که به صورت دیفالت هست رو می‌خوام غیر فعال بکنم و یه چیز رو سرچ بکنیم. مثلا من صادر کننده رایسم یا برنج، شما میتونی انواع و اقسام برنج رو با نوشتن اون کلمه پیدا بکنی، یا حتی چیزهای دیگری که شما مد نظر خودت هست، مثلا پارچه یا مثلا آرمیچر یا مثلا تولید کننده لامپی لامپ یا قندون یا هر چیزی که فکرش رو میکنی، کافیه کدش رو بزنی، کد HS رو وارد بکنی یا اینکه سرچ بکنی عنوانش رو، در کنار اون کدش هم برای شما قابل نمایش. من میگم برنج رو میخوام پیدا بکنم، فقط برنج سفید رو، و ریپورترش کشوری که این گزارش ها رو به این سیستم داده. من میخوام بگم که کشور ترکیه
چه صادراتی در مورد برنج یا چه وارداتی در مورد برنج داره انجام میده. پس من آل رو پاک میکنم، ریپورترش رو مثلا شما بزن افغانستان، یعنی ببین افغانستان چه کالایی رو داره میفرسته، یا ایران رو بزن. مثلا من اگر الان بزنم ایرانم هست اینجا، ببینید ایرانم هست، من کاری حالا به ایران ندارم، میسم ترکیه. یعنی من به عنوان یه شخصی که کشورم ترکیه است، میخوام آمار کشور خودم رو در بیارم. حالا شما ممکنه توی ایران مثلا ایرانو بزنی، شما توی افغانستان بگی من به عنوان یک افغانی میخوام کشور خودم رو ببینم چیه، و بعد از طریق کشور خودت وارد مذاکره بشی. خب من آمار ترکیه رو میخوام در بیارم، و نه تنها صادراتش بلکه وارداتش رو هم میخوام به صورت کامل مشاهده بکنم. اطلاعاتی که من میخوام راجع به صادرات برنج ترکیه برای صادرات و وارداتش به دست بیارم، میتونم محدود بکنم به سالها و یا ماهای مختلف. مثلا شما اگر من الان 2022 رو پاک بکنم، شما 2022 من میگم 2021 سالش گذشته، 2022 تا همین الان که برج نهم میخوایم بررسی بکنیم، و حتی ماهش رو شما میتونید بنویسید. ولی برای اینکه ما بتونیم آمار کلی یه بیزینس رو، مثلا یه تجارت رو به دست بیاریم، بد نیست که بیام آمار گذشته اون رو هم بررسی بکنیم. من میتونم اینجا 2021 این کشور ترکیه رو هم ببینم. پارتنری که ما مد نظرمون هست برای ترکیه، کشوری مثل افغانستانه. من اینجا کشور افغانستان رو می‌نویسم، یا حتی شما میتونید ایران رو هم وارد بکنی. برای چی این دوتا رو من نمیشم به عنوان پارتنر؟ این که ببینیم ترکیه چه کالایی رو به عنوان برنج میفرسته به افغانستان یا میفرسته به ایران. بذار من ایران رو پاک بکنم، افغانستان عزیز رو مینویسیم اینجا، نوشتم افغانستان. چه کالای برنجی، چه نوع برنجی رو داره میفرسته؟ آیا افغانستان خریدار برنج ترک هست یا خیر؟ آیا افغانستان هم صادرات برنج به ترکیه انجام میده یا نه؟ چون ما اینجا توی قسمت تریدش هم صادرات واردات رو به صورت کامل نوشتیم. و اما در مورد ترانسپورت ارسال کالا هم بذارید من اینجا یه فیلدی رو تکمیلش بکنم. این که من میخوام ببینم به صورت دریایی آیا میتونه افغانستان کالایی رو بفرسته؟ که یقینا فکر میکنم امکان پذیر نباشه، چون باید یه اتفاقی بیفته این جنس بره یه دور قمری بزنه یه قسمتی از آسیا رو، و بعد بیاد توی دریای مرمره یا بیاد دریای سیاه، از اونجا جنس رو ترکیه بتونه ترخیص بکنه. پس من میگم که آیا زمینی میتونه بفرسته یا هوایی، یا به چه شکلی میتونه این کالا رو برای ما بفرسته به افغانستان، یا حتی افغانستان چطوری میتونه این کالا رو بفرسته برای ترکیه. من میگم تمام جوانب مورد نظر برای ارسال کالایی که ترکیه به افغانستان انجام میده یا افغانستان به ترکیه رو برای من وارد کن. حالا شما پارتنر دومش هم میتونی مشخص بکنی. من اینو مثلا برمیدارم دوباره همین رو همین میسم افغانستان و ورد رو پاک میکنم. در نهایت شما حتی کاستوم کدها رو میتونید وارد بکنید که چه گمرکاتی یا چه کالاهایی. اینا رو من آره فعلا میزنم آل، و در نهایت شما اینجا دوتا کار میتونید انجام بدید. ببینید دوستان، این سایت روزانه تا 200,000 تا گزارش رو بهتون میده. اگر علاقمند هستید به اینکه صادرات واردات رو وارد بشید و میخواد یه کالایی رو از یک کشور به یک کشور دیگه میفرستید، میخواد بفرستید، قبل از هر چیزی باید اطلاعات کافی راجع به کالایی که الان داری و اینکه آیا اون کشور خریدار کالای شماست بدونی. مثلا اگر برنج رو فرستادی به از افغانستان فرستادی ترکیه، چه کالایی از اونجا میتونی وارد افغانستان بکنی که سود ببری؟ اینها رو شما میتونید از طریق این وبسایت انجام بدید. تا روزانه 200,000 تا گزارش رو به صورت فایل اکسل بهتون میده، و شما بعد میتونید این گزارش رو خیلی راحت بیای آنالیزش بکنی، تبدیلش بکنی، ببینی واقعا کالایی داری فروخته میشه یا کالایی داری صادرات وارداتش انجام میدی چه میزان میتونه توی تجربیات پیشرفت شما کمک بکنه. اینجا میتونید بتونید فایل دانلودیش رو بده که اگر لاگین بکنید اینجا برای شما اکتیو میشه. اما اگه پریویو رو بزنید اینجا منتظر میمونید تا گزارشش رو این پایین برای شما وارد بکنه. حجم ارسال برنج ترکیه در میزانی که مشخص شده، مثلا در حجم 12,000 کیلو معادل 14,000 خوردهی مقدار مبلغی بوده که در سال 2021 انجام داده. در ماهای مختلف شما میتونید ببینید، پریودهای مختلف شما میتونید چک بکنید چه ماهایی بیشترین فروش رو داشته. حتی نوع ارسال اون رو هم ببینید اینجا برای شما نوشته. حمل و نقل جاده‌ای رو بخوای ببینی 8,000 کیلو فروختن معادل 9,000 دلار افغانستان
از ترکیه و ترکیه به افغانستان، پارتنری که الان در قالب صادراتون هست رو داریم با هم دیگه بررسی میکنیم. کما اینکه شما همین تعداد رو میتونی به اشکال مختلف دیگر هم بررسی بکنی و آشنا بشی با صادراتی که اون کشور برای شما میتونه انجام بده. مثلا من میگم تمام HSR رو بیاد بررسی بکنه از ترکیه به ایران، افغانستان من دیگه کاری باش ندارم، کلمه ایران رو همین پایین می‌نویسم، میگم تمام کالاهایی که HSR داره در سال 2022 یعنی تا همین الان که برج 9 هست به من بگو که از ترکیه چی اومده ایران، از ایران چی رفته توی ترکیه. تمام کدها رو شما میتونی بیای بررسی بکنی، چه خدماتی شما اگر خواستی سرویس خدمات رو بررسی بکنی دیگه ماهانه نیست، به صورت کلی میتونی انجام بدی، ولی من میگم تمام خدماتی که ترکیه و ایران انجام داده. این فایل ها بیشتر زمانی به درد میخوره که شما از طریق شرکت خودت بخوای به بازار سنجی یک کشور بپردازی که اون کشور چه کالایی رو ممکنه از شمایی که ایرانی هستی بخری یا شمایی که افغانی هستی چه کالایی رو میتونی مثلا به آلمان صادرات بکنی یا چه کالایی رو شما میتونی از افغانستان به عمان صادرات بکنی. همه اونها رو به همین شکل میتونید توی این وبسایت به صورت کامل مشاهده بکنید و میتونید همه اینها رو به صورت جامع گزارشش رو بررسی بکنید و با یه دید باز برای تجارت خودتون اقدام بکنید. من این وبسایتی که امروز بهتون معرفی کردم بیشتر این بود که شما بتونید با آمار تجارتی کشورها آشنا بشی و مطمئنن وبسایت‌های خیلی زیادی دیگه هم ممکنه باشه برای اینکه شما بتونی آمار ورود به اون کشورها رو پیدا بکنی. سعی می‌کنم توی ویدیوهای آینده در مورد پیدا کردن مشتری براتون توضیحاتی رو در دو سه تا ویدیو ارائه بدم که شما بتونی مشتری‌هایی رو هم آمار بگیری ازشون پیدا بکنی و باهاشون مکاتبه بکنی و وارد قرارداد بشی. حتما بهتون معرفی خواهم کرد. این وبسایت هم بیشتر به داده همین میخوری که شما بتونید گزارشات کامل سازمانهای تجارت کشورهای مختلف رو بررسی بکنی، میزان ورودیشون رو بسنجی و میزان درآمدی که از طریق صادرات کالا به اون کشورها یا حتی واردات کالا از اون کشورها میتونه نصیب کشورت بکنه به دردشون میخوره و یه سایت واقعا حرفه‌ای برای میزان تجارتتون که به صورت رایگان اطلاعات مختلفی رو در اختیارتون قرار میده. گفتم اگر اکانت بسازید روزی 200,000 تا، اگر اکانتتون فری باشه یا رایگان باشه، اگر اکانت پولیش رو خریداری بکنید تا روزی 1,000,000 آمار گزارشی از طریق این وبسایت رو شما میتونید به صورت مستقیم مشاهده بکنید. برای ورود به این وبسایت هم که میتونید کامترید رو توی گوگل سرچ بکنید تا به صورت مستقیم واردش بشید و اطلاعات دیگه هم همینجا داره که شما میتونی تمام اونها رو برای بحث تریدتون، برای بحث صادراتتون میتونید خیلی راحت توی این وبسایت پیدا بکنید. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو بین دوستاتون به اشتراک بذارید تو شبکه‌های اجتماعی و سوالی هم بود حتما پایین همین ویدیو از من بپرسید. برای همتون آرزوی شب و روز خیلی خوبی رو دارم. تا ویدیوی بعد خداوند یار و نگهدارتون.